کافه کلاب‌هاوس یوتیوب چنل. از تعاملات و مناسبات قدرت ایشون کاملا ذهنش خالیه، خالی از ذهن ایشون. من موارد متعددی رو میتونم به شما بگم چون اینا رو بخش زیادیش مطرح شده، حالا یا نوشتم یا گفتم. به نظر میسه امیرجان از این منظر آسیب خورد، ولی من همچنان اعتقاد دارم امیرجان نوع دیدگاهش تو موضوعات فرهنگی دیدگاه خوبیه، یعنی ایشون تو حوزه فرهنگی نگاه آزادی محور داره، در حوزه اقتصاد ایشون کاملا به اقتصاد لیبرال و اقتصاد آزاد و غیر دولتی کردن اقتصاد باور داره و به نظر میرسه تو سالهای اخیر تو حوزه سیاست خارجی هم تجدید نظر جدی کرده. یعنی محمود احمدی نژاد سال 1400 اصلا محمود احمدی سال 84 نیست، ایشون دیگه اون ادبیات رادیکال رو نداره، اون شعارهای مخاطره آمیزی مثل موضوعات هولوکاست و اینها رو دیگه باور نداره. حتی اگه خاطرتون باشه در یک از مصاحبه هاشون حتی به نوعی نقد کرد اون روند قبل از سال 90. اما خب به نظر میرسیشون نمیتونه این دیدگاه ها رو، چون این دیدگاه ها بالاخره باید روی فونداسیون قرار بگیره، یه ساختاری باید، این سازه باید بیاد روی شالوده‌ای که اون شالوده سیاسته، چون اینها تو مقام قدرته که میتونه متجلی بشه دیگه، و الان ما بیرون از قدرت که هممون جان لاک هستیم و در بیرون از قدرت هممون در واقع کارل پوپریم و بیرون از قدرت هممون خیلی آزادی‌خواه و روشنفکریم. مهم این است که شما بتونید این دیدگاه ها رو در مقام قدرت در واقع داشته باشید، حفظ کنید و پیگیری کنید. طبیعیه که آقای احمدی نژاد نوع کنشگری سیاسیش باعث شد که همواره از نهادهای قدرت دور بشه، از نهادهای قدرت در واقع مرتبا کارت زرد بگیره و یه مقدار عجله کردن دیگه. خب یه مقدار ایشون بیش‌فعاله، حالا ماهایی که باشون کار کرده و نزدیک، یه مقدار عجوله ایشون، سیاست ورزی اقتضائی داره. ببینید آقای احمدی نژاد یکی از انتقاداتی که من همیشه به ایشون داشتم همین نگاه اقتضایی به عرصه سیاسته. یعنی ایشون سال 85 عذرخواهی میکنم، ایشون در مهر ماه 86 آقای علی لاریجانی رو از چیز برکنار کردن، آقای علی لاریجانی از شورای عالی امنیت ملی درگیر شدن، درگیری خیلی شدیدی پیدا کردن با لاریجانی در جلسه شورای امنیت ملی که کار به در واقع درگیری لفظی کشید، آقای لاریجانی به قهر جلسه رو ترک کرد و استعفا داد. اما سال بعد یعنی در انتخابات مجلس هشتم آقای احمدی نژاد از طریق حالا نیروهایی که داشتن در معاونت حقوق پارلمانی مثل آقای رحیمی و آقای کردان کلی کمک کردن با این لاریجانی که این لاریجانی رئیس مجلس بشه. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که آقای احمدی نژاد توی مقطعی با آقای حداد عادل تو مجلس هفتم دچار مشکل شد و تشخیصش این بود که الان باید تو این مقطع باید من حداد عادل رو بزنم. رفت با همون فردی در واقع متحد شد با این لاریجانی برای ریاست مجلس که حدود یک سال و نیم قبل مثلا اون فرد رو خودش برکنار کرده بود و بعد دوباره در تغییرات جدید خب ایشون تبدیل شدن به نقطه مقابل آقای لاریجانی. به نظر میرسه سیاست ورزی اقتضایی یکی از آسیب‌های جدی آقای احمدی نژاد هست برای خودشون و جریانشون. خب با این مدل خیلی آسیب زدن به ظرفیت‌هایی که ایجاد شد در دولت ایشون، ایده‌های خوبی که تو دولت ایشون میتونست خیلی هم مشکلات کشور رو حل بکنه، اما خب بالاخره نوع سیاست ورزی باعث شد که خیلی از اون ایده ها ناکارا بمونه و در واقع عقیم بشه و امکان پیاده سازیش پیدا نشه. ببخشید.